سلام عزیزان، برای پخت دلمه کلم نیاز به یک کلم برگ سفید داریم که اونو با مقداری آب و نمک میذارم تا بپزه و برگای کلم نرم بشه. شما میتونین هم کلم رو به صورت درسته بذارین و بپزین و هم میتونین برگای اونو جدا جدا کنین و اون مقداری که لازم دارین بپزین. 300 گرم گوشت چرخ کرده، یه پیمان برنج نیم پز شده، نصف پیمانه لپه پخته شده، یه پیاز بزرگ خرد شده، دو قاشق نعنا و شوید خرد شده، یه قاشق رب سیر و زنجبیل خرد شده و نمک و زردچوبه و فلفل و ادویه خورشی و مقدار کمی روغن. پیاز رو تو کمی روغن تفت میدیم. وقتی یه مقداری تفت خورد، سیر و زنجبیل رو به اون اضافه میکنیم. نصفی از ادویه‌جات و نمکمون رو به پیاز داغ اضافه میکنیم و بقیهش رو میذاریم برای داخل سسمون. بعد گوشت چرخ کرده رو به اون اضافه میکنیم. داخل ظرفی موادمون رو با هم مخلوط میکنیم. برنج، لپه، سبزیجاتمون و مایه گوشتیمون و اونا رو با هم خوب مخلوط میکنیم. کلم رو که از قبل پختیمش برگاش رو جدا میکنیم دونه دونه. بعد از اینکه برگ کلم رو گذاشتیم، یه مقدار از مواد میانیمون روی برگ میذاریم. دو طرف اونو روی هم میارم اول و بعد شروع میکنم به پیچیدن و رول کردنش. به این شکل دلمه رو هم میتونیم توی قابلمه روی حرارت بپزیم و همین که داخل فر، و من برای این که میخوام داخل فر بپزم اونو توی پیرکس میذارم. بعد داخل یه لیوان آب رو به گوجه فرنگیمونو حلش میکنیم، همچنین ادویه جات و نمکمونم اضافه میکنیم به اون و یه سس درست میکنیم. بعد سس رو که درست کردیم، روی دلمه هامون داخل ظرف پیرکس میریزیم. حدود 3 الی 4 قاشق هم روی اون روغن میریزیم و بعد اونو داخل فری که از قبل با 180 درجه سانتیگراد گرم کردم روی پنجره وسط میذارم تا بپزه. حدود 1 ساعت غذامون داخل فر بود، کاملا پخته. همینجور که میبینین یه دونه از اونا رو برش زدم، داخلش هم کاملا پخته شده. خدا نگهدارتون تا یه برنامه دیگه.